حمله بر دانش آموزان مکتب سید الشهدا، آن هم در شب 27 ماه رمضان، با واکنش های تند شهروندان کشور روبرو شده است. کفر کی باشه کفر نمیکنه، یخی طالبا باشه یا برادر جانی دیگه چیز باشه یا اسلام نمیکنه. من نمیدانم منطقش به کجا بود و اینا شاید بی منطق ترین انسان های روی زمین باشن. شهروندان کشور از ولایت های مختلف رویداد روز گذشته را فاجعه بشری می دانند. ماشومان کوچنیان د خوندیز د کون کی وجل شی ویدی د یو لوی وحشت ده. از این جنگ و خوندیزی چند ساله؟ این 20 سال شد. در این میان عالمان دین قتل یک مسلمان را قتل یک جامعه می دانند و تاکید می کنند که در هیچ جای از ادیان آسمانی قتل افراد بیگناه به ویژه کودکان جا ندارد. الله رب العزت در نص قرآن عظیم شان می فرماید که و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا ابدا. کسی که یک مؤمن را قصدن میکشد جزای از او دوزخ همیشگی است. این عملی که دیر صورت گرفت و سایر عملاتی که مردمی ملکی کشته میشه اسلامی را جنایت شلت میکنه. اینجا هم شماری از نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان حمله روز گذشته را بر دانش آموزان مکتب سید الشهدا جنایت ضد بشری دانسته و حکومت را در مهار این گونه رویدادها به ناکامی متهم می سازند. دیگر مردم به خون خفته ما نمی تواند نظارگر ناکامی ها و ناکارآمدی های نهادهای امنیتی در تأمین امنیت جان فرزندان خود باشد. سیاستگران کشور نیز رویداد روز گذشته را نشانه جهالت حمله کنندگان می دانند. قاتلان و کابل پوید و رنگ زمانگا استاس وارو معصوم بچیان را شهیدان کرد. واضح خبره ده چه وحشیان تل وحشت کوی. ده بین مللی طولن نگوخته نلرم چه لطفاً نور ده افغانان و پالت باندیز رو سوازی او لاس بکار شی. کشتار گروهی دانش آموزان آن هم در شب 27 ماه مبارک رمضان خشم شهروندان کشور را برانگیخته است. شماری از شهروندان کشور میگن که ایجگاه عاملان این جنایت را نخواهند بخشود. مسعود انصار، تلو نیوز، کابل.